Hi, hello. در حالی که این روزها چشمان نگران بازار پرتراتم ارز در ایران به وین و مذاکرات احیای برجام است، با پایان یافتن دور هفتم مذاکرات و ابراز ناامیدی دیپلمات‌های اروپایی و مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ایران در این مذاکرات جدی نیست و حدس و گمان‌هایی از طولانی‌تر شدن زمان مذاکرات، قیمت دلار و ارزهای خارجی به بالاترین حد خود در یک دهه اخیر رسید. این در حالیه که عدم ثبات در قیمت ارز در طول چند سال اخیر مشکلات فراوانی رو برای اقتصاد خانواده‌های ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران به همراه داشته. کم نیستن ایرانیانی که با اینکه سالهای زیادی از ایران بیرون هستن، اما همچنان از نظر مالی وابسته هستن به حسابهای بانکیشون در داخل ایران. دانشجویانی که برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی خودشون همچنان باید تبدیلات ریال رو به ارزهای خارجی به خصوص دلار داشته باشن. بازنشستگانی که حقوقهای بازنشستگی خودشون رو به دلار تبدیل میکنن تا شاید بتونن در خارج از ایران راحت‌تر زندگی کنن، و یا کسانی که ملکهایی رو در داخل ایران دارن اجاره دادن و با اجاره خانه های اونها خارج از ایران امرار معاش میکنن. تمام این بالا پایین شدن های قیمت دلار بر زندگی های اونها در خارج از ایران و به خصوص در کالیفرنیا تاثیرگذار بوده. یکی از شهرهایی که تعداد بسیار زیادی از ایرانیان خارج از ایران در اون زندگی می کنن و خب مستثنا هم نیستن از تصمیمات اقتصادی و سیاسی دولت ایران. آمارها نشان میده حدود 8 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی می کنن که تعداد زیادی از اونها در بانک های داخل سپرده گذاری کردن و اکنون با افزایش بی سابقه نرخ ارز در برخی از موارد تا بیش از 70% از دارایی خودشون را از دست دادن. برای من تاثیر مستقیمی نداشته، ولی متاسفانه دوستان خیلی نزدیک من که دیرتر از ایران فکر خروج کردن، زندگیشون فروختن و پولشو به هوای اینکه الان دلار به این قیمت هرگز اینطور نمیمونه نقد نگر داشتن و دلار انقدر رفته بالا که الان زندگی ایران شروفختان اومدن اینجا نمیتونن یه آپارتمان یه بدرومه بخرن در قبال خونهای خوبی که در ایران فروختن. در حالی که یک زمانی کاملا برعکس بود، در زمان سالهای 79 که ایرانی هایی که اومدن اینجا یه خونه عادی رو که در ایران میفروختن میبرن اینجا، به خصوص تو ولی خونه خیلی خوب میتونستن بخرن، و این مسلما زندگی یه عده رو به کلی از هم پاشونده. عدم ثبات و غیر قابل پیش بینی بودن بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی در ایران موجب شده تا ایرانیان بیشتری برای خروج سرمایه های خود به خارج از ایران تمایل نشون بدن. خیلی سخته، خیلی سخت میشه از ایران پول خارج کرد. پول هست تو ایران سبز، ولی با این شرایط خیلی سخته که بتونین خارج کنین دلاری 30,000 تومان. برای همین خیلی دارن واقعا سلامی میدن در مورد این موضوع، و انشالله یه روز که بشه به زودی زود که دلار بیاد پایین و ما بتونیم یه زندگی بهتر بکنیم، تمام ایرانی ها توی تمام دنیا بتونیم بهتر از اینا زندگی کنیم. در سالهای اخیر همواره دولت در ایران سعی کرد به نوعی با امید دادن به بازار ارزهای خارجی از انفجار بازار جلوگیری کنه، ولی به نظر میرسه در حال حاضر با کاهش امیدها نسبت به سرانجام مذاکرات احیای برجام در وین، روند افزایش قیمت دلار در ایران شروع شده. باید دید در طول روزهای آینده و احتمالاً مذاکرات پیش رو آیا ترمز افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران کشیده خواهد شد. امیر گیتی، صدای آمریکا، لس آنجلس.